در سوز سرمای دیماه سال 1398 اتفاقات عجیبی در شهر مشهد رخ میده خانواده ای سه نفره در مشهد زندگی میکردن هدا تک دختر خانواده بوده و اون با پدر و مادرش زندگی میکرده هدا سال آخر دبیرستان بود و تا نیمه های سال دوم تقریبا یکی از شاگردای ممتاز مدرسه به حساب میومد اما درگیری و آشنایی اون با گروهی از دوستانش باعث ایجاد اتفاقات عجیب و در نهایت مفقود شدن هدا میشه صبح روز 28 دی ماه اداری آگاهی شهر مشهد گزارشی رو مبنی بر گم شدن دختری دریافت میکنه. اون دختر همون هدا بوده و پدر و مادر اون با نگرانی تموم به اداری آگاهی مشهد مراجعه میکنن و میگن که هدا گم شده. خانواده اون اصلا حال درست و درمونی نداشتن و همسایه هاشون هم کنار اونها بودن و اونها رو دلداری میدادند. پدر و مادر هدا با نگرانی تموم به مامور بخش تحقیق و تجسس میگن نمیتونن دیگه دوری هدا رو تحمل کنن و توی این سه روزی که اون گم شده به در و دیوار زدن و هر جایی که فکر میکردن اون اونجا باشه رو گشتن اما خبری از هدا نتونستن بگیرن و نتونستن که اون رو پیدا کنن پدر و مادر هدا در ادامه اظهاراتشون میگن هدا توی مدرسه درگیر رفاقت علکی شده بوده و دوستانش باعث شده بودن که از درس خوندن دست بکشه و توی درس ضعیف باشه مادر خدا در حالی که به شدت شیون می کرده می گه بارها مدیر مدرسه ی خدا من رو صدا کرده بود تا به هم هشدار بده و کاری کنه که حواسم به خدا باشه اما متاسفانه من هر بار پشت گوش می و یا به مدرسه نمی رفتم و یا هم وقتی می رفتم علکی چشم می گفتم و بر می گشتم و حرفی هم به خدا نمی زدم چون تک دختر بود و زیادی لوس بار اومده بود و من نمی خواستم که اون از دست من ناراحت بشه من احتمال میدم که توی مدرسه مدیر مدرسه یا معاونها و یا حتی دوستاش خبری از خدا داشته باشن ما که توی این چند روز متاسفانه در به در دنبالش گشتیم اما نتونستیم تا نشونه ازش پیدا کنیم و از طرفی دوستان اون رو هم زیاد نمیشناسیم تا بخوایم از اونها درباره خدا سوال کنیم معمور بخش تحقیق و تجسس به دقت تموم اظهارات مادر خدا رو ثبت میکنه و سپس از پدر خدا هم پیگیر ماجرا میشه پدر این دختر میگه واقعیتش من خیلی کاری به کار خدا نداشتم و گذاشته بودم که اون آزاد باشه و همه چیز رو به مادرش سپرده بودم من از هیچی خبر ندارم و نمیدونم که خدا درگیر چه موضوعاتی شده بوده و از سر صبح سر کار میرم و شب هم دیر وقت به خونه برمیگردم و وقتی هم که میام خدا خوابیده من اون رو به حرف نمیدیدم اون روزی که حدا گم شده بود من سر کار بودم اون شب من زودتر از همیشه به خونه برگشتم چون کارم زودتر تموم شد حوالی ساعت نه شب به خونه برگشتم اما خبری از حدا توی خونه نبود از طرفی همسرم هم خونه نبود خیلی نگرانشون شدم چون سابقه نداشت دو نفری بدون اینکه به من خبری بدن از خونه برن من از خونه خارج شدم تا شاید نشونه ای ازشون پیدا کنم اما هر چقدر با تلفن همراه همسرم تماس می گرفتم اون جواب نمیداد. همین باعث می شد که من بیشتر نگران بشم همینطور که سرگردون داشتم توی یه کوچه رو میگشتم گشتم یه دیدم که همسرم چادر به سر همین جوری داره این طرف و اون طرف میره. رفتم سمتش و ازش پیگیر ماجرا شدم و اون هم بهم به گفت که گویا دخترمون هنوز به خونه برنگشته و از این بابت نگرانه اون شب ما هر جایی که فکرشون میکردیم رو که احتمال داره حدا اونجا باشه رو گشتیم اما خبری ازش نبود ما نه تنها اون شب بلکه دو روز دیگه هم درگیر گشتن بودیم اما متاسفانه نتونستیم نشونی از خدا پیدا کنیم پدر خدا در ادامه اظهارات خودش میگه همسایه ها هم متوجه ماجرا شده بودن و اونها هم داشتن به همون کمک میکردن نهایتا هم بعد از اینکه هیچ نشونه ازش پیدا نکردیم به اداره اومدیم تا ماجرا رو گزارش بدیم معمور بخش تحقیق و تجسس اظهارات این خانواده رو ثبت میکنه مشخصات و تصویر خدا از اونها گرفته میشه و سپس پرونده در اختیار بازپرس مربوطه قرار داده میشه بازپرس هم دستور آغاز تحقیقات برای پیدا کردن خدا رو صادر میکنه هنوز به طور دقیق و قطعی مشخص نبوده که چه اتفاقی افتاده و خدا به کجا رفته مامورای اداره آگاهی به دستور باسپورس در وهله اول به مدرسه هدا میرن تا مدرسه رو بررسی کنن کادر مدرسه و مدیر مدرسه هم در جریان موضوع بودند معمور بخش تحقیق و تجسس از مدیر در رابطه با اتفاقات افتاده سوال میکنه و مدیر مدرسه در رابطه با این قضیه به مامورای اداره آگاهی میگه خانواده خدا سه روزی میشه که مدام به مدرسه ما مراجعه میکنن تا شاید بتونن از دخترشون خبری بگیرن اما متاسفانه ما هیچ خبری از خدا نداریم مدیر مدرسه ی خدا در ادامه صحبت های خودش میگه من درباره این قضیه بارها و بارها به مادر خدا تذکر داده بودم گفته بودم که اون درگیر کارهای غیر اخلاقی و عجیب و غریبی شده باید ازش مراقبت کنن اما متاسفانه فایده ای نداشت من فکر می کردم که مادرش هوای اون رو خواهد داشت اما اصلا اینطور نبود مامورای اداره آگاهی از مدیر در رابطه با اتفاقاتی که توی مدرسه افتاده بوده سوال می پرسن. مدیر مدرسه هم میگه واقعیتش ما اوایل از چیزی خبر نداشتیم اما بعدها متوجه شدیم که خدا با چند تا از دخترهایی که توی مدرسه عرازل محسوب میشدن و اصلا کارهای نرمال و خوبی انجام نمیدادن و کارهایی مثل مصرف سیگار یا ارتباط با جنس مخالف داشتن دوستی میکرد کم کم با اونها خوب شده بود و توی اکیپ اونها جا گرفته بود معاون مدرسه از ماجرا باخبر شده بود موقعیت مدرسه ما یه جای خلوتی داره که این دخترهای عرازل موقعی که میخواستن سیگار مصرف کنن یا با پسرها حرف زنن به اونجا میرفتن من چندین بار با خانواده اون دخترها هم صحبت کرده بودم ازشون خواسته بودم تا دخترهای خودشون رو جمع کنن اما اونها مدام من رو دست به سر میکردن و از طرفی هم چون همه اون خانواده ها وضع مالی خوبی داشتن و همه جا پارتی بود من نمیتونستم که اونها رو از مدرسه اخراج کنم خدا اما با اونها فرق داشت و من خیلی سعی کردم که اون رو از دست اونها نجات بدم اما فایده ای نداشت معاون مدرسه موقعی که داشت توی حیات گشت میزد یهو متوجه شده بود که خدا هم کنار اونها در حال مصرف سیگاره و با همدیگه بگو بخند میکنن برای همین هم دست هدا رو گرفت و با خودش به داخل دفتر من آورد من از خدا بارها و بارها خواسته بودم که دیگه با اونها نگرده اما متاسفانه فایده ای نداشت اون حسابی درگیر ماجرا شده بود و هیچ جوره نمیشد که اون رو کنترل کرد خیلی با اون دخترها مد شده بود اصلا هم به حرفای من اهمیت نمیداد فقط مادرش میتونست که اون رو کنترل کنه برای همین هم من به مادرش خبر دادم و بهش گفتم که از دخترش مراقبت کنه اما انگار مسئولیتم رو اونطور که باید انجام ندادم مدیر مدرسه در ادامه اظهارات خودش میگه من بارها و بارها خودم هم توی مدرسه و حتی بیرون از مدرسه شاهد این بودم که خدا با چند تا پسر در حال حرف زدنه و یا با دوستانش توی جای خلوت داره کارهای غیر اخلاقی میکنه اما خب کاری هم از دستم بر نمیومد و نمیتونستم که اون رو کنترل کنم مامورای اداری آگاهی اظهارات مدیر رو ثبت و ضبط میکنن و از اون میخوان تا افرادی که خدا با اونها ارتباط داشته رو بهشون معرفی کنه مدیر مدرسه هم قبول میکنه و تموم اون دخترها رو به مامورای اداری آگاهی معرفی میکنه اون دخترها چهار نفر بودند و مامور بخش تحقیق و تجسس با همه این چهار نفر راجع به قضیه اتفاق افتاده حرف میزنه از اونجایی که اونها مشکوک بودند و هر کدوم یه داستان رو تعریف میکنن برای همین هم اونها برای بازجویی بیشتر با اطلاع خانوادهشون به اداره آگاهی منتقل میشن تا بازپرس از اونها بازجویی تخصصی بکنه اون چهار نفر اما توی اداره آگاهی اظهار بی از همه چیز میکنن و میگن که از چیزی خبر ندارن اما یکی از این دخترها چون خیلی ترسیده بوده ماجرا رو لو میده و حرفهایی میزنه که باعث میشه پرده از رازهای بسیار زیادی برداشته بشه اونطور که مشخص بوده گویا اتفاقات عجیبی سر خدا اومده و پای چند پسر هم به این داستان باز میشه و اونطور که پیداست انگار خدا توسط همین پسرها رو بوده شده بوده دختری که حاضر میشه حرفهای مهمی به بازپرس پرونده بزنه هستی نام داشته و اون توی اظهارات خودش می من از اول هم مخالف گشتن خدا با خودمون بودم اون اصلا جنبه نداشت و من میدونستم که بالاخره یه کار اشتباهی خواهد کرد و ما رو هم گیر میندازه هستی در ادامه حرف های خودش میگه این دختر توی جمع ما از طریق موبایل با یه پسر به اسم ماکان دوست شده بود و ماکان هم شدیدن پسر خطی بود و فقط از دخترها سو استفاده میکرد و اونها رو به خونه خودش میبرد و بلاهای عجیبی سرشون می آورد و بعد هم ولشون میکرد ما چندین بار به هدا هشدار دادیم که بیخیال بشه اما اون انگار تشنگ ارتباط با جنس مخالف بود و از طرفی چون ماکان خیلی جذاب و خوشگل بود هدا هیچ جوره راضی نشد که ولش کنه وقتی هم که ما دیدیم اون خودش اینطوری راحت تره بی خیالش شدیم و گذاشتیم که هر کاری که میخواد بکنه ما از اینکه چه اتفاقی برای اون افتاده خبر نداریم اما من حدس میزنم که ماکان یه بلای سر خدا آورده و به احتمال زیاد اون از خدا خبر داره و میدونه که کجاست و شاید هم خودش توی این مسئله دست داره بازپرس پرونده اظهارات هستی رو به دقت ثبت و ضبط میکنه مشخصات ماکان رو از هستی میگیره و تحقیقات برای پیدا کردن ماکان آغاز میشه مامورای اداره آگاهی طی عملیات های اطلاعاتی فراوانی که انجام میدن متاسفانه نمیتونن تا نشونه چندانی از ماکان پیدا کنند. اونطور که مشخصه اون به هیچ عنوان در دسترس نبوده و به احتمال زیاد از مشهد خارج شده مامورای اداره آگاهی موفق میشن تا طی عملیاتی یکی از دوستای ماکان که اسمش وحید بوده رو شناسایی کنند و وقتی که اون رو تحت بازجویی قرار میدن موفق میشن که ازش اعتراف بگیرن و وحید محل زندگی و مکان مخفی شدن ماکان رو خیلی راحت لو میده اونطور که مشخصه گویا اتفاقات بدی افتاده که باعث شده تا ماکان مخفی بشه و خبری هم ازش نباشه مامورای بخش تحقیق و تجسس طی عملیاتی اطلاعاتی وارد محل مورد نظر میشن و موفق میشن تا به طوری که ماکان متوجه موضوع نشه حوالی ساعت 3 صبح در حالی که اون توی خونه خوابیده بوده اون رو توی خونه ای که در سبزوار پنهان شده بوده دستگیر کنن و با خودشون به اداره آگاهی شهر مشهد منتقل کنند. ماکان که ابتدا فکر میکرده چیزی لو نرفته سعی داشته تا ماجرا رو انکار کنه اون میگه از چیزی خبر نداره اما بازپرس پرونده مدارک و شواهدی که به دست آورده بوده رو در اختیار ماکان قرار میده و اون مجبور به اعتراف همه چیز میشه مدارک که به دست اومده بوده توسط بازپرس شامل اظهارات دخترهای مدرسه دوستان هدا بوده و یکی دیگه از مدارک هم ادعاهای وحید دوست ماکان بوده که جای اون رو لو داده بوده گویا یکی از پسرهایی که توی این ماجرا دست داشته و باعث شده تا هودا گم بشه خود وحید بوده اون توی اعترافات خودش به موضوعات مهمی اشاره میکنه وحید توی اعترافات خودش به طور کلی میگه که ماکان باعث شده تا هدا کشته بشه و بعد هم جنازش رو سمت سبزوار توی یه منطقه دورافتاده دفن کرده اینجوری سعی داشته تا قضیه رو یه جوری پنهان بکنه که لو نره ماکان اما توی اعترافات و اظهارات خودش بالاخره مجبور میشه تا به همه چیز اشاره کنه اون ماجرا رو لو میده میگه که واقعیتش من چند روزی بود که با خدا دوست شده بودم اون یه دختر کاملا ساده بود و از هیچی سردر نمی آورد اونطور که مشخص بود دوستانش هم کاری کرده بودن که باعث شده بود تا حسابی از لحاظ جنسی تشنه باشه توی این چند روز که ما با همدیگه دوست بودیم مدام از من میخواست که کاری کنم که اون به ارضا برسه واقعیت چون اون دختر ساده بود من دلم نمیومد که این کارو باهاش بکنم اما بعد از اینکه دیدم خودش دلش میخواد و از طرفی هم مدام من رو تحریک میکرد برای همین هم تصمیم گرفتم تا بهش رحم نکنم و کاری که میخواد رو باهاش انجام بدم اون روز بعد از اینکه مدرسهش تموم شد من به دنبالش رفتم اون رو با خودم به خونه مجردین توی مشهد بردم اون فکر میکرد که فقط خودم میخوام باهاش رابطه برقرار کنم اما من دوستانم رو هم خبر کرده بودم دو تا دیگه از دوستامم هم همراه من به این دختر رحم نکردیم و سه نفری ساعت دوازده شب باهاش خوابیدیم و هر کاری که دوست داشتیم رو باهاش انجام دادیم اون سنش کم بود برای همین هم بدنش دیگه طاقت نیاورد و متاسفانه ضربان قلب شدیدی گرفته بود دوستای منم ولکنش نبودن از طرفی من خودم مست هم بودم همینطور خوابیده بودم روش و بهش از همه طرف فشار وارد می کردیم متاسفانه خدا بر اثر فشار عصبی و روانی که روش بود نتونست دوم بیاره و جون خودش رو از دست داد بازپرس پرونده مشخصات دو تا دوستی که ماکان به اونها اشاره کرده بود رو از اون میگیره و سپس ماکان رو به بازداشتگاه منتقل میکنه از طرفی اون دو نفر که محمد رضا و سیاوش نام داشتن طی عملیات ماهرانه بازداشت و به اداره آگاهی منتقل میشن اما اون دو نفر توی اعترافات خودشون ماجرا رو جور دیگه ای عنوان میکنن و گفته های اونها با گفته های ماکان ضد و نقیض به نظر می رسیده و اونها میگن که اون روز خود ماکان به ما گفت که یه دختر بکر رو دست نخورده پیدا کرده و به ما گفت که بریم سر وقت اون دختر ما همچون خیلی وقت بود با کسی رابطه نداشتیم قبول کردیم و با ماکان همراه شدیم ما توی خونه مجردی ماکان ساکن بودیم که اون با دختر اومد دختر تا ما رو دید حسابی جا خورد و شروع کرد به دعوا کردن با ماکان اونها چند دقیقه با هم درگیر صحبت بودند تا اینکه ما دیدیم اون دختر کوتاه بیان نیست و مجبور شدیم که به زور با هاش رابطه برقرار کنیم دختر اولش فقط جیغ و داد میکرد میخواست که از دست ما خودش رو نجات بده اما خب چون ما سه نفر بودیم و اون تنها بود نتونست کاری از پیش ببره و ما مثل حیوان افتادیم به جون اون وقتی که کارمون با اون دختر تموم شد ساعت هشت شب بود و ما فقط تا ساعت هشت شب با اونها بودیم و بعد هم از اونجا رفتیم اون زمانی که ما اونجا بودیم اون دختره حالش خوب بود و هیچ مشکلی نداشت و فقط بیجون افتاده بود روی تخت و ما هم وقتی رفتیم دیگه نفهمیدیم که بین اونها چه اتفاقی افتاده ماکان با اون دختره نمیدونیم که چی کار کرده و بعد هم دیگه پیگیر ماجرا از سمت ماکان نشدیم بازپرس پرونده اظهارات اون دو نفر رو هم به دقت ثبت و ضبط میکنه هر دو نفر موضوع رو به طور یکسان تعریف میکنه موضوع اما کمی پیچیده میشه گویا اونطور که مشخص بوده ماکان سعی داشته تا وحید و سیاوش رو با خودش درگیر کنه و به نوعی اونها رو هم شریک جرم خودش کنه برای همین هم این حرف ها رو زده باسپورس بار دیگه آماده بازجویی از ماکان میشه فشارهای بازجویی و بازیهای روانی مجددا روی ماکان شکل میگیره و بازپرس از هر طریقی وارد میشه و هر بار ماکان یه رفتار ضد و نقیز دیگر رو از خودش نشه. در آخر اون بالاخره دیگه طاقت نمیاره و مجبور میشه تا همه ی واقعیت رو بگه اون توی اظهارات آخر خودش میگه بعد از اینکه سیاوش و وحید از پیش ما رفتن من خواستم تا خدا رو راهی خونه ی خودشون بکنم اما اون با من درگیر شد و مدام من رو کتک میزد و میگفت که در حقش نامردی کردم باعث شدم تا دوستانم هم بهش تعرض کنن و اون دخترونگیش رو از دست بده اون مدام گریه و جیغ و داد میکرد و به من میگفت که از من نمیگذره و به همه اتفاقات افتاده رو میره و همه جا میگه و آبروی من رو همه جا میبره منم که هنوز مس بودم و اصلا اعصابم دست خودم نبود با عصبانیت بهش گفتم که خودش خواسته بود و منم همون کاری که میخواست رو انجام دادم اصلا هم تعرضی در کار نبود چون اون با میل و علاقه خودش با اونها بوده من هر چقدر سعی کردم با زبون خوش خدا رو راضی کنم اما فایده نداشت و اون کوتاه بیا نبود مدام حرف خودش رو میزد اون با من دعوا میکرد و درگیر شده بود درگیریش با من همینطور ادامه داشت و به بدن من مشت میزد و با دستاش صورت و قفسه سینه من رو چنگ مینداخت این اوضاع بین ما ادامه داشت تا اینکه من عصبی شدم و تا میخورد اون رو کتک زدم و متاسفانه این وسط چند تا ضربه و مشت هم به سرش و قفسه سینش زدم همین باعث شد تا اون از حال بره من اولش فکر کردم که اون بیهوش شده اما وقتی بیشتر بدنش رو بررسی کردم متاسفانه فهمیدم که نبزش نمیزنه و نفس نمیکشه و بدنش هم عین یه تیکه یخ شده اون مرده بود و منم شدیدا نگران بودم نمیدونستم که باید چی کار کنم چند دقیقه به جنازه اون زل زده بودم تا اینکه تصمیم گرفتم که یه جوری از شرش خلاص شم برای همین هم سری جنازش رو به سختی توی دوتا پتو پیچیدم و اون رو انداختم صندوق عقب ماشینم و حرکت کردم سمت سبزوار خودم همونجا اون رو دفن کردم و بعدش هم برگشتم مشهد و تموم وسایلم رو توی خونه جمع و جور کردم و تصمیم گرفتم تا یه مدت برم سبزوار تا این داستان ها تموم بشه اما متاسفانه گیر افتادم بازپرس پرونده اظهارات ماکان رو به دقت ثبت و ضبط میکنه سپس اون رو برای پیدا کردن محل دفن خدا به سبزوار میبره مامورای بخش جنایی به همراه تیم امدادی و تیم آتش نشانی به محل مورد نظر میرسن بعد از مدتی جستجو بالاخره مکانی که ماکان هدا رو اونجا دفن کرده رو پیدا میکنن سپس جنازه به کمک تیم امدادی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل میشه ماکان، سیاوش و وحید برای باسازی تمام اتفاقات افتاده به خونه ی ماکان میرن و اونجا بعد از اینکه همه چیز رو باسازی میکنن به زندان منتقل میشن تا زمان دادگاه اونها فرا برسه از طرفی گزارش پزشکای پزشکی قانونی به دست باسپورس پرونده میرسه گزارش ها اکی از این بوده که متاسفانه هدا بر اثر ایست قلبی و ضربات متعدد به سر دچار ضربه مغزی و ایست قلبی به طور همزمان شده و جون خودش رو از دست داده از طرفی هم به طرز فجیعی به اون تعرض شده بوده آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدن اون هنوز هم مشهود بوده بازپرس پرونده مدارک و شواهد یافت شده رو زمینه پرونده میکنه و اونها رو برای رأی نهایی دادگاه و مشخص شدن زمان دادگاه به قاضی ارجا میده زمان دادگاه فرا میرسه خانواده ی خدا به محض دیدن اون سه نفر توی دادگاه به اونها امون نمیدن و اونها رو مورد ضرب و شتم شدید قرار میدن اونها رو کتک میزنن مامورای حاضر در دادگاه هم به زور میتونن تا این افراد رو از هم جدا بکنن و نهایتا هم جلسه دادگاه آغاز میشه ابتدای ام شاهدین توی جایگاه حاضر میشن و اتفاقات افتاده رو بازگو میکنن سپس نوبت به متهمین میرسه ماکان به عنوان متهم ردیف اول بعد از اینکه تموم اتفاقات افتاده رو تشریح میده در پایان حرفاش میگه من هر کاری که کردم به خواست خود خدا بود من من اصلا قصد کشتن اون رو نداشتم. ما فقط با هم درگیر شدیم و من برای نجات جون خودم از دست اون این کارو کردم و الان هم واقعا پشیمونم. خانواده خدا اما بعد از شنیدن اعترافات ماکان و اون دو نفر اونها رو مورد لعن و نفرین قرار میدن و درخواست اشد مجازات رو از قاضی پرونده میکنن قاضی اما حکم هر سه نفر رو اعلام میکنه و طبق حکم قاضی ماکان به اتهام اقدام به قتل عمد و تجاوز به عنف محکوم به قصاص و اعدام میشه سیاوش و وحید اما از اونجایی که تجاوز به اونفشون ثابت نمیشه نهایتا قاضی پرونده اونها رو به اتهام رابطه نامشروع محکوم به 99 ضربه شلاق و 5 سال حبس میکنه نهایتا این پرونده از سوی قاضی مختومه اعلام میشه و این در حالی بوده که نهادهای اجتماعی و شوراهای حل اختلاف و مددکاران زندان تلاشهای بسیاری برای گرفتن رضایت از خانواده خدا انجام میدن حتی خانواده اون سه متهم وعده پولهای کلان رو به خانواده خدا هم میدن مادر ماکان بارها به جلوی در خونه خانواده خدا میره و ازشون التماس میکنه که اجازه ندن تا پسرشون اعدام بشه اما فایده ای نداشته و خانواده خدا به هیچ وجه رضایت نمیدن و خواستار اجرای حکم بودن رفقای گلم رسیدیم به آخر پرونده ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای باند سه هست که یه دختر درش وجود داشته و یه کیلو کرم طلا میدوزدن و در نهایت هم یه نفر به قتل میرسه رو تماشا بفرمایید